سلام، با نام یاد خدا، با یکی دیگر از داروهای ترالی کد در خدمت شما هستم. داروی اپی نفرین که توی ترالی احیا و ترالی اورژانس خیلی کاربرد داره و خیلی دارو مهمیه. باید حتما در موردش اطلاعات داشته باشیم. به نکات اصلیش توی این کلیپ میخوام اشاره کنم. بچه‌ها، داروی اپی نفرین رو مهمترین داروی احیا میدونم. چرا؟ چون چویس اصلی ما توی سی پی آر هست، یعنی اولین انتخاب ما، اولین دارویی که ما میریم سراغش توی احیا داروی اپی نفرینه. پس مهمترین داروی ما هست، حتما باید حداقل 10 تا توی ترالی کد باشه و ما توی ترالی کد اونا رو حتما باید به صورت کامل داشته باشیم. با تحریک گیرنده‌های آلفا و بتا آدرنرژیک و در واقع با تحریک سمپاتیک اثر خودش رو برای ما ایجاد میکنه. نحوه عملکردش به این صورته که خب گفتیم باعث تحریک سمپاتیک میشه. سمپاتیک چه کاری میکنه؟ توی قسمت‌های مختلف بدن باعث تحریک میشه، باعث افزایش فعالیت میشه. مثلا توی قلب باعث افزایش ضربان قلب میشه، توی عضلات قلب باعث یا عضلات دیگه بدن باعث افزایش قدرت انقباضی میشه. عروق محیطی رو هم تنگتر میکنه، منقبضشون میکنه و فشار خون در نتیجه این کارها بالاتر میره. توی عروق کرونر هم باعث افزایش جریان خون میشه و توی عروق مغز هم قاعدتاً جریان خون باز بیشتر میشه و در نهایت ما افزایش پرفیوژن بافتی رو خواهیم داشت. و یک کاربرد دیگه که داره توی تبدیل فیبریلاسیون نرم به خشن ما میتونیم از اپی نفرین استفاده کنیم. بچه‌ها، وقتی میگیم نرم و خشن، حالا توی بحث های ایکیجی احتمالاً دیدید که براتون توضیح دادم، اگر ندیدید بعدا انشالله دوباره مفصل در موردش توضیح میدم. یه ویف نرم داریم، یه ویف خشن. ویف خشن بهتر به دیستی شوک جواب میده. اینجاست که ما میایم از اپی نفرین استفاده میکنیم که نرما رو تبدیل کنیم به خشن که بهتر بتونیم شوک رو روش اعمال کنیم و اثر بهتری داشته باشه. یکی از داروهایی که توی شوک آنافیلاکتیک استفاده میشه اگر بیمار دچار واکنش‌های حساسیتی بشه، دچار هدبل لارنکس در اثر حساسیت به یک ماده یا داروی خاصی بشه، ما میتونیم از این دارو به عنوان یک پادزهر استفاده کنیم. توی شوک آنافیلاکسی هم به صورت وریدی هم به صورت عضلانی میشه تزریقش کرد. و خب توی فیبریلاسیون بطنی، وی اف و تاکیکاردی ویتک بدون نبض و همچنین آسیستول، این دارو کاربرد داره و وقتی ما با همچین ریسک‌های خطرناکی مواجه بشیم، اول دارویی که میریم سراغش داروی اپی نفرین هست. توی برونکو اسپاسم و واکنش آنافیلاکسی، همون در واقع روند شوک آنافیلاکسی، اگر بروز پیدا کنه اپی نفرین تزریق میشه و مقدارش هم اینه که ما نیم تا یک میلی گرم رو به صورت وریدی تزریق میکنیم و در صورت نیاز هر 3 تا 5 دقیقه میتونیم دوباره این دوز رو تکرار کنیم. برای اینکه مطمئن بشیم که دارو هم سریع توی بدن جریان پیدا کرده، پشت بندش 20 سی سی حتما سرم تزریق میشه. توی اطفال هم 0.03 تا 0.01 میلی گرم پر کیجی یا 0.1 تا 0.3 میلی لیتر پر کیجی میتونیم تزریق کنیم از محلول 1/10000 واحد. مهمترین نکته که باید حتما بهش توجه کنید اینه که از تجویز همزمان اپی نفرین با داروهای قلیایی مثل بیکربنات باید خودداری بشه. آنتیدوتش در صورتی که باعث هایپرتانسیون بشه فنتولامینه که یک نوع آلفا بلوکره و در صورت بروز آریتمی ما از بتا بلاکرها استفاده میکنیم. خب بچه‌ها، ممکنه بیمارتون دارای دریپ اپی نفرین باشه و خب به حالا سهوا یا بر اثر اشتباه شما مقداری از دارو شوت کنید، این باعث میشه که سریعا فشار خون مریض بالا میره، ضربان قلب خیلی زیادی براش پیدا میکنه و اون تپش قلبش ممکن اصلا به صورت واضح شما ببینید. اگر این اثرش برنگشت بعد 2-3 دقیقه که معمولا برمیگرده، دارویی که اینجا به کارتون میاد فنتولامینه. معمولا اثر افزایش شروع فشار خون به صورت کوتاه مدته، یعنی خیلی هم زود اثرش از بین میره، ولی خب حتما بدونید که دارویش برای اینجور مواقع فنتولامین هست. و گفتیم در اثر بروز آریتمی بتا بلاکر کلا اپی نفرین رو یه داروی آریتموژن میشناسن، یعنی میتونه باعث آریتمی بشه. اگر آریتمی های در اثر اون ایجاد بشه بتا بلاکر خیلی داروی خوبیه. بتا بلاکر مثل چی؟ مثل متورال. متورال 50 اگر به صورت حالا خوراکی به بیمارتون بدید میتونه اونها رو برطرف کنه تا حدود زیاد. خب قاعدتا یکی از عارضاش میتونه افزایش فشار خون باشه، تهوع، استفراغ، اضطراب که باز میتونه در اثر افزایش ضربان قلب باشه، خونریزی مغزی، سردرد و سرگیجه و بیقراری همه از عوارض این دارو هستن. خب امیدوارم که از این کلیپ لذت برده باشید. توصیه میکنم حتما کلیپ بعدی ما رو هم ببینید و اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید روی این دایره پایین که لوگو ما هست بزنید، میتونید بعدش دکمه سابسکرایب بزنید و عضو بشید و برای اینکه حساباتون هم نپره حتما کامنت انگلیسی بذارید. یا حتما